این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از جشن تولد کوروش کبیر که به روز توپوزی مردم ایران به ولی فقیه ضد ایرانی تبدیل شد و یه حال اساسی ازش گرفت. البته اینجا دیگه جایی نبود که ولی فقیه زهر خورده بتونه نرمش ذلیلانه بکنه و بره تو فاز ماسمالی قضیه، چون سالها قبل حرفش رو زده بود و دشمنیش با سمبول‌های ملی رو به زبون آورده بود. خب حالا یه نفرم پیدا می‌شود از سر اشتباه و ندانم کاری به جای مرقد امام بزرگوار و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می‌کند. خب تخت جمشید یک اثر معماری است، این افتخاری ندارد. با اون چیزهایی که جنبه مادی دارد مردم توجهی مستقلن ندارند و اگر اون جنبه مادی با یک جنبه انحرافی همراه شد مردم از اون روگردانی هم دارند. اینم جواب بچه های ایران زمین به خامنه ای و شعارهای آبکی بسیجی های ساندیسی. خلاصه هنوز که هنوزه عظما داره از ضربه‌ای که تو پاسارگاد خورد تلو تلو میخوره. حالا همه این اتفاقات در حالی رخ میده که عظما وسط باطلاق برجام گیر کرده و مجلسش هم تازه به فکر صدور گزارش افتاده. اونم چه گزارشی؟ گزارش ورشکستگی برجام. اولین گزارش 6 ماهه اجرای برجام در صحن علنی مجلس قرائت شد. در گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 7 مورد نقض عهد و پیمان شکنی های آمریکا در اجرای برجام برشمرده شده است. اینم از طرف حساب آمریکایی که قرار بود طناب تحریم رو از گردن عظما باز کنه، اما حالا 2 تا گره قاطری هم بهش اضافه کرده. منتظر تغییر رفتار منطقه‌ای ایران هستیم. این لب حرفای وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه شیکاگوست. جان کری گفته در پسا برجام تحریم‌های ایران رو در موضوع تروریسم و حقوق بشر حفظ کردیم و تحریم‌های موشکی رو هم افزایش دادیم، ضمن اینکه سال‌های سال بر ایران نظارت داریم. اینم تصویری از پرش عظما از روی بحران‌ها. بی دلیل نیست که تو این اوضاع بحرانی توی آغل نظام هم هر روز یک سکانس کشتیکج کلامی اجرا میکنن و از هر موضوعی برای پریدن به همدیگه استفاده میکنن. آقای لالزاده، اختار اصل 33 بند 9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامه. حالا این جهان ربطی به این نداره. عجله نکن. بحثش بود. بحث تاگوست. شما کشاورزی نکردید، سوپاری نکردید. یه شب تو صحرا نماندید. کشاورزان و سوپاران. را کجا میدونی آقای قاضی پور؟ حالا شما آقازاده هستی، ما بنده زاده. حالا کاری مثل شما کمتر تو بیابون بودن. احسن. جست تجیر. آقای لالزاده، شلوغی نکن، بذار من حرفمو بزنم بعد. و حالا میریم سراغ تلاش‌های شکست خورده هنرکده بسیج برای پمپاژ روحیه به بسیجی‌های گیج و بیج. چرا چشممون به دست اجنبی باشه؟ چرا بیکار نشستیم؟ باید حرکتی باشه. شهید زیاد دادیم ما، همت و چمران و جهان آرا. این جوجه بسیجی هم مثلا قرار جلوی عظما آمپر بچسبونه تا با این جیک جیک کردنا یه ساندیسی چیزی گیرش بیاد. این روزها حرفهایی میشنویم که سخت قلب ما را رنجور میکند. این روزها حرف از صلح امام حسن و مردم آن زمان است. آقایان مگر نمیبینند؟ آقایان مگر ندیدند هر جا تهدیدمان کردند؟ ملت پرشورتر 22 بهمن را برگزار کرد. مگر همین روز قدس را ندیدند؟
آقایان، این ملت کجای کار را کم گذاشته است؟ مگر آن زمانی که برخی خواص در خواب بودن، همین ملت نبود که آتش فتنه افروزی سال 88 را خاموش کرد؟ ما بدریون این انقلابیم که تا آخرین نفس ایستاده ایم، که تا او بیاید ما ایستاده ایم. دیدند دشمنان که در این ختلاف نیست، شمشیر دوستان علی در غلاف نیست. این هارت و پورتا با یه پخ بند میاد و این جوجه بسیجی هم 4 متر میپره هوا. این دلواپسی به بزبز قندی نظام هم سرایت کرده. ببینید چه بالبالی میزنه برای از دست رفتن دار و ندار نظام. اگر حوزه با فقه و اخلاقش سبک زندگی اسلامی امروز رو، نه سبک 400 سال پیش رو، تبیین نکنه، درست و اجتهادی نکنه، به جای ما و شما علوم اجتماعی، علوم انسانی غرب و ایدئولوژی و مکاتب اونها این کارا رو کردن، حاضر آمده میدن. اونا آمده دارن همه چیز، و الا به جای ما رسانه‌های غرب، سینمای غرب و از این قبیل علوم اجتماعی اینا برای رسانه‌هاشون، برای جامعه ما، حتی برای خود من و شما و بچه‌های من و شما عملاً سبک ساختن و سبک زندگی می‌سازن. این هم یک نمونه از مادرهایی که سبک زندگیش تغییر کرده. این حاج آقا پهنیان هم رفته بالای منبر تا یکی از تجربه های خودش در زمینه دو دوزه بازی و مال مردم خوری رو در اختیار باقی همریشاش بذاره. آقا سیستم های نظارتی میذارن جواب نمیده، میگن چند نفر رو بگیریم؟ رشوه خاری؟ خب رشوه تو ادارات چجوری گرفته میشه؟ میخوای سنسور بگذاریم؟ همه رو دور میزنن برات، هر سیستمی رو طراحی کنی برات دور میزنن. سیستم‌های نظارتی رو اصلا بگو من بعد هر کی رشوه، مثلا رشوه بده یا رشوه بگیره در حد 10 میلیون تومان، ما 10 میلیارد تومان ازش جریمه میگیریم. فکر می‌کنی مشکل حل میشه؟ بدتر میشه. یه دفعه یه کسانی پیدا میشن میگن ببین زمینش هست یه اتهام رشوه بچسبونیم، 10 میلیارد اون وقت باید بسرفی، 1 میلیارد بذار کنار خلاصت کنیم بره، بازار میشه خودش. این پهنیان رو باید بکنن راهنمای تور جهنم، چون معلومه تمام راهچه‌های جهنم رو بلده، شناسایی کرده برای سفر جمعی به اسفل و سافلین. چه جهنمی میشه اینجوری؟ نمازخونا این کلو هم دیگه افتادن و تو حرارت جهنم مغزشون میپکه، پق میزنن به هم دیگه. بعد تو جهنم هم فوش میدن آدمای بد به هم دیگه، اینا هم عادت ندارن، بچهای خوبی بودن، اصلا بویت اونجا براشون مناسب نیست. سر عزام میشه میخواد نماز بخونه، مر کجا بود؟ بمیر، برو تو جهنم. اینم یه طلبه صادراتی که مثلا رفته تو روستا به مشکلات رسیدگی کنه، اما خود مفتخورش نشسته بعد به روستایان زحمتکش ما میگه شما حال ندارید، برید کار کنید. بدبختی این روستا، مشکلات این روستا و بقیه روستایی که مثل شما هست میدونید چیه؟ مشکلتون بحث فقر مالی نیست. این نیست که آقا مثلا شما پول ندارید. این نیست که آقا مثلا شما مشکل ثروت دارید، پول ندارید، امکانات ندارید، شغل ندارید. این مشکل نیست. مشکل اینه که متأسفانه اینجا حال ندارید. مگه نمیگه شوهرت بیکاره؟ ما برات کار سراغ دارم تو قلعه گنج، برج 800 تومن بهت میدم، بیمت هم میکنم. اوه حاج آقا، از اینجا تا قلعه گنج؟ آخه حاجی، تو که هنوز یه دست کلنگ دستت نگرفتی، چه نسخه ای میپیچی؟ طرف حال نداره یه شیرجه بزنه، بعد رفته دروازه‌بان شده. در چند سال قبل
در همین خیابان‌های تهران روسهایی رو دیدیم که محکم شعار دادن و گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این شعار یعنی نشناختن تکلیف، نفهمیدن تکلیف. این رو القا می‌کردند که به هر حال چرا باید پول ما در جای دیگری هزینه بشود؟ من با صراحت عرض می‌کنم که اونها نه انقلاب اسلامی رو شناختند و نه به فرهنگ انسانی اعتقاد دارند. این هم جواب مردم ایران به خالیباف دوز و باقی پاسدارای مال مردم خور. اما طنز روزگار رو ببینید که سر دایناسور نظام یعنی ولی فقیه فسیل اومده داره قمپوز مبارزه با خرافات در میکنه. حالا چجوری؟ با کلثوم ننه. یکی مسئله مبارزه با خرافات در کنار ترویج و تبلیغ معارف اصیل دینی و اسلام ناب، با خرافات باید مبارزه کرد. روز به روزم کسانی دارن خرافات جدیدی رو وارد جامعه ما میکنن. مبارزه با خرافات جدی باید بگیرید. مرحوم آقا جمال 300 سال پیش برای اینکه خرافات رو برملا کنه کتاب کلثوم ننه رو نوشت، کتابی به نام کلثوم ننه الان هست. در پایان توجه شما رو به یک تلاش بی‌نظیر جلب می‌کنیم که نشون میده برای رسیدن به موفقیت تا چند بار میشه یک روش کار رو تکرار کرد.